سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین بحث حل مسئله تو مپس گراف ها رو ادامه میدیم با حل کردن یه مثال دیگه و ببینیم که این مثال از کدوم روش حل مسئله در گراف ها حل میشه خب پس در ادامه جلسه قبل این میشه به سال شماره 3 مثال شماره 3 چی میگه؟ این هست فرض کنید مکسیموم درجه یک درخت K باشد عدد K باشد ثابت کنید این درخت دست کم K رأس درجه یک دارد K راس از درجه یک دارد. این صورت مثلا. یک خب میبینید که یه خورده مثال اون شد حالا داریم در مورد یه نوع خاص از گراف ها که یاد گرفتیم که همون درخت ها از صحبت میکنیم خب حالا ببینیم این مسئله از کدوم روش حل مسئله در گراف حل میشه آیا باید مدلش کنیم به یکی از خواصی که تا حالا راجع به گرافا یاد گرفتیم یا کلا باید از پایه بشینیم استقلال و است... استدلال و استقرا بزنیم و مسئله حل کنیم من راستش خودم وقتی اولین بار صورت این مسئله رو خوندم دیدم که ا صورت این مسئله چقدر شبیه یکی از خواص است که با هم دیگه اثبات کردیم یادتون میاد یکی از خواص درختها که براش اثبات کردیم این بود که در یک درخت دست کم دو راس با درجه یک داریم این یکی از خواص درختا بود که ما برای روش وقتی داشتیم درس درخت رو میخوندیم اثباتش کردیم پس من به ذهنم رسید که شاید تو این مسئله هم که صورتش خیلی شبیه اون مسئله است باید از روش استقرا استفاده کنیم درسته اونجا میگفت درخت دست کم دو رس از درجه یک دارد اینجا میگه مثلا یه فرضی و گفته بعد میگه این درخت دست کم کی از درجه یک دارد خب خیلی شبیه دیگه اینه که من به این که فکر افتادم که شاید این مثل اون از روش استقرا حل میشه ولی بعد یه خورده فکر کردم دیدم که خب اینجا کلی پارامتر داریم ما الان مثلا یکی مرتبه درخت هست که میتونیم روش استقرا بزنیم یکی این عدد کی هست و خب یه خورده پیچیده است نمیدونم که از پایه استقرار رو باید چی بذارم از کجا شروع بکنم و رو چی استقرار بزنم اینه که حد زدم احتمالا این مسئله از روش استقرار حل نمیشه راحت روش برای حل این مسئله استقرار نیست گفتم خیلی خب بیایم ببینیم از خواصی که میدونیم از گرافا چی شاید بشه از اون استفاده کرد خب حالا این همه ما خواص داریم از کجا بدونیم سراغ کدوم بریم بعد چیزی که به ذهن من رسید اینه که ما تو این مسئله دنبال یکی از خواست گراف میگردیم که راجع به درجه روز صحبت کنه چون داریم یه چیزی رو میخوایم راجع به درجه روز ثابت کنیم که میخوایم بگیم دست کم کی رست از درجه یک داریم و اگه یادتون باشه تنها خاصیتی از گراف ها که به طور خاص راجع به درجات روز حرف میزد این بود که مجموع درجات تمام روز در یک گراف که مثلا مرتبش پیه برابر دو برابر اندازه است یا دو کیو این یه جورایی تنها خاصیتی است که به طور خاص داره راجع به درجات رو حرف میزنه بقیه یا راجع به مرتبه حرف میزنن یا اندازه و به, به طور خاص راجع به درجه نیستن خب به ذهن هم رسید شاید از این خاصیت بشه برای حل این مسئله استفاده کرد خب بیایم این خاصیت رو برای این گراف این مسئله بنویسیم توی مسئله که مثلا ما فرض میکنیم مرتبه درخت پی هست گفته که یه درجه یکی از روزش که بزرگترین درجه رو داره کی است. پس فرض کنید یه دونه رس داره از درجه کی پس یه رس از درجه کی داره بعدش میخوایم ببینیم چند تا رس از درجه یک داره فرض کنید ما فرض میکنیم این تا رس مثلا این از درجه یک داره این مثلا یه عدد فرضی است بعدا میخوایم ثابت کنیم این دست کم برابر کیه پس فرض کنیم این تا هم از درجه یک داره بعد فرض کنید بقیه روسش که میشه تعدادشون پی که مثلا فرض کردیم مرتبه این درخته منهای n به علاوه یکی که قبلا نوشتیم منهای n به علاوه یکی راست. فرض کنید بقیه رؤوس این درختم هم درجه ای که میتونن داشته باشن چیه؟ قبول داریم مینیمم درجه ای که میتونن داشته باشن دوه برای اینکه درخت که کلا یه گراف همبنده پس درناچه درجهشون از یک کوچیکتر نمیتونه باشه اونایی که درجهشون یک هستم که اینجا نوشتیم پس مینیمم درجه که بقیه این روز میتونن داشته باشن دو هست فرض کنیم من اینجا مینیمم درجه رو بهشون اختصاص میدم پس چون حالت مینیممش رو اینجا نوشتیم میدونیم که این عدد کوچکتر مساوی حالت واقعی جمع تمام درجات است که باید دو کیو بشه درسته پس یه بار دیگه این رابطه نامساوی که با هم نوشتیم بررسی کنیم یه رس گفتیم از درجه کی فرض میکنیم داره ان تا از درجه یک داره که این ان نمیدونیم چنده و بقیه رؤوس که میشه تعدادشون پی من های ان علاوه یکی چون ان علاوه یکیش رو قبلا نوشتیم فرض میکنیم مینیمم درجه ممکن یا همون دو رو دارن پس جمع این سه عدد کل رؤوس رو شامل میشه و خاصیت ما این بود که جمع درجات کل رؤوس باید برابر دو کیوشه. خب پس تا اینجا که خوب پیش رفتیم برای اینکه تونستیم به صورت یه نامساوی این خاصیت رو در بیاریم که به کار ما میاد ما در حالت در نهایت میخوایم ثابت کنیم که تعداد درجات با تعداد رؤوس و درجه یک کمتر, کمتر یا مساوی کی هست ولی چیزی که الان میبینیم اینه که توی این نامساوی یه سری پارامتر اضافی داریم کیو داریم پی داریم که اینا رو نمیخوایم ما میخوایم در نهایت فقط ان بمونه تو این نامساوی و کی که بینشون این رابطه ای که صورت مسئله حکم مسئله خواسته رو اثبات کنیم حالا ببینیم چجوری میتونیم این پارامترها رو از مسئله حذف کنیم باز برمیگردیم به خواص گرافا چه رابطه ای بین پی و کیو داریم یه رابطه ای که میتونیم ازش خیلی خوب استفاده بکنیم اینجا اگه یادتون باشه اینه که چون اینجا گرافی که داریم راجبش صحبت میکنیم یه درخت است اگه یادتون یه که راجب درخت اثبات کردیم این بود که تو هر درختی Q این رابطه رو با p داره Q برابر با p من های یک این هم یکی از غذایایی بود که برای درخت رو اثبات کردیم خب خیلی خوبه دیگه برای اینکه اینجا میتونیم به جای Q، بر حسب پی بنویسیمش یکی از پارامترها رو لاغر از مسئله حذف کنیم پس بیاین اینجا به جای Q بذاریم p من های یک خب حالا بیاین نامساوی رو یه خورده تمیزتر اینجا ساده کنیم و بنویسیم پس چی داریم این طرف این طرف k به علاوه n این پرانتز رو هم باز کنیم دو p منهای دو من منهای دو اون طرف چی داریم؟ دو پی منهای دو خب خیلی هم خوب شد دیگه برای اینکه الان این پی اصلا کلا خودش از دو طرف نامساوی هست شد چون نگران این بودیم که یه پارامتر اضافی تو این نامساوی داریم خوبه دیگه دو هم از دو طرف میتونیم ساده کنیم این طرف پس چی میمونه؟ پس میمونه در نتیجه k N منهای دو n میشه منهای n این طرف هم صفر میمونه ا پس دیدیم که چقدر قشنگ خودش این نامساوی تبدیل شد به اینکه که این بزرگتر مساوی کی هست که این همون حکمه که همون حکمه مسئله هست دیگه ما میخواستیم بگیم تعداد رؤوس با درجه یک که فرض کنیم این هست دست کم برابر کیه پس این همون حکم مسئله است و مسئله میبینید که با استفاده از دو تا خاصیت گرافا که یکیش در حالت کلی برای ها صادقه یکیش به طور خاص برای درخت ها صادقه این مسئله رو حل کردیم تو جلسه بعدی بازم به مثال های بیشتری در مورد ها میپردازیم تو کلاس درس بعدی میبینمتون